aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere laftan anlamaz. معذرت میخوام دختر، میشه بزرگی کنی و منو ببخشی؟ بس ببین 15,000 لیرا بردم، ببخشم بیشتر از این نداشتم، 5,000 داشت کم. این چه حرفیه بابا؟ خیلی ممنونم. نه به خاطر پول، اون بحثش جداست. به خاطر اینکه اومد، به خاطر اینکه برام ارزش قائل شد. ببین دخترم، میدونم کار اشتباهی کردم، یکم احساسی عمل کردم، ولی معلومه که تو این روزای سخت ازت حمایت میکنم. تو تک دختر منی عزیزم. ولی من فکر کردم که... چی فکر کرده بود؟ فکر کردم دیگه براتون هیچ ارزشی ندارم. بیا اینجا، بیا دخترم، بیا ببینم دختر عزیزم، مگه همچین چیزی ممکنه؟ ولی تو همش بهم تهمت میزنی، همش این فکر رو میکنی. آخه من دلم میاد این کارو باید بکنم، تو دردونی خودمی. واقعا خیلی ممنونم، انگار کل دنیا رو به هم دادی. من چیکار کردم؟ مگه میتونم تحمل کنم؟ آدم خودشو دستی دستی میندازه تو آتیش؟ آدم میتونه خودشو عذاب بده؟ آخه آدم به خودش پشت پا میزنه؟ چرا این کارو کردم؟ من میتونم کمکشون کنم. آها، حالا بیا انجام بده حیات خانم. ای وای، دارم از ناراحتی میمیرم، هیچ کس هم خبر نداره. بازم تو بازم مثل من داری با لباس حرف میزنی؟ میتونیم از اینا کفن درست کنیم، چون که با این شرایط دیگه فکر نمی کنم بیشتر از این دووم بیارم. بیا بیرون، بریز بیرون. به مورد گفتم تو آماده سازی مراسمشون به چیدم کمک میکنه. اوکی. میدونی این مثل یه دره عمیق میمونه، میدونی بیفتی توش نابود میشی. چرا این کارو کردی آخه؟ چون میخواستم به مراد نشون بدم نمیتونه منو عذاب بده، تا خودمو قوی نشون بدم. عزیزم، تو فکر کردی عشق مسابقه بوکسه؟ عشق تنها جاییه که افراد قوی توش برنده نمیشن. اما من که مشت اولو نزدم. مراد به هم گفت که با هم بازی کرده و چیدم و دوست داره. منم با بازی کردن در نقش یه دختر قوی دارم اینجا جون میدم. تو هم باورت شد؟ مراد تو رو از اونیم که فکر میکنی بیشتر دوست داره. فقط کارد به شکمم نزده. میخواد تو رو از جهنمی که توشه نجات بده، برای همین بهت دروغ گفته. مجبور ازدواج کنه، خب چیکار کنه؟ بگه منو دوست داشته باش، تو رو فدا کنه؟ ولی براش بی اهمیتم.
چون جفتتون مثل همین، با این تفاوت که اون تو انبار لباس گریه نمی کنه. مثل یه جعبه دربسته زهر رو میریزه تو خودش. اوف، نمیدونم باید چی کار کنم الان. برو وظیفتو انجام بده، به فکر این و اونم نبود. زود باش، برو برو بودو بودو. همه لباسمو با اشکاش خیس کرد. چه خبره؟ منم خوبم مرسی، تو چیکار میکنی؟ خیلی با مزه تو. من نه بابا، اینجوریام نیست. آره امروز سبز پوشیدم. تو که خیلی خوش رنگی، قرمز خوش رنگ. الو آسلی، اگه بدونین کی اومده بود اینجا؟ گنجیشک دنبالت کردن. دوست خوشگلم، کی اومده؟ کی میخواد باشه؟ به احتمال 500% کرمه دیگه. نه بابام اومد، بابام. واقعا؟ ای عزیز دلم. آره اصلا معذرت خواستم. دیدی من دیشب چقدر پشت سرش حرف زدم؟ چه فکرایی که نکردم، الان از خودم خیلی خجالت میکشم. آه میبینی قلب یه بابا اینطوریه دیگه، اونم ناراحت شده، تحمل نکرده اومده پیشت. بمیرم، نمیتونم احساسم رو بیان کنم، خیلی خوشحال شدم. وای آسلی، واقعا دوستم داره، برام ارزش قائلی. من الکی برعکس فکر میکردم. ها راستی واسم پولم آورد، ولی 5000 تاش کمه. باشه خودمون حلش میکنیم، حیاتو نجات میدیم. آفرین به عمو جواد، واقعا. ببینه چی میگم، زود به حیات زنگ بزنیم بگیم الان دختر بیچاره داره اونجا کلی عذاب میکشه. نه 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 الان زنگ نزنیم، بذار وقتی بهش میگیم صورتشو ببینیم، با هم دیگه جشن نگیریم. الان اگه بهش بگیم نمیتونیم بغلش بکنیم دیگه. باشه قربون دل مهربونت برم. من همینطور. باشه دیگه قطع کن. نه اول تو قطع کن. باشه با هم دیگه قطع میکنیم. یک دو سه. همه یه طرح‌های مختلف شرکت های عروسی رو پیدا کردم، همه یه جشن و مراسم ازدواجشون، قیمت هاشون هم هست. ایشاره که خوشبخشین، مبارکتون باشه. کجا میری؟ میرم اون یکی کارایی که گفتین و خواهش کردین انجام بدم. بیا بیا به هم کمک کن، یعنی نظر بده. من؟ آره تو. بیا بیا فرار نکن، بشین. نشونم بده چی هست چی نیست. قشنگه، عاشقش شدم. البته این بهتره، خیلی ازش خوشم اومد. مگه نه؟ آره قشنگه. تو پسندیدی؟ من خیلی ازش خوشم اومد. اینجا هم هست، ببینم. این یکی؟ یس آره. اینم خیلی شیکه. نه خوب نیست، دوستش ندارم، خیلی ساده. این قشنگه، وای چقدر رنگش قشنگه. آره قشنگه، به نظرم این قشنگ میشه. آره اینم بد نیست. اینم خیلی بده. آره این خوبه. اونا رو کجای لباس میتونیم استفاده کنی؟ این چطوره؟ آه خوبه. بیا میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ بله، چی شده؟ چیدم خانم بین دوراهی موندن، خواستن تصمیم نهایی شما بگیری. در چه موردی؟ اینا چیه؟ شیرینی جشن ازدواج و کارت دعوت و همینطور طراحی میز غذا. باشه، خودت یه چیزی انتخاب کن. چرا من؟ این جشن شماست. حیات، منظورت از این کارا چیه ها؟
مگه من چی کار کردم؟ اینا همشون نمونه ها. تو واسه چی کمک چیده میکنی؟ چرا این مزخرفاتو میاری پیش من ها؟ این مزخرفات که میگین جز مهمترین شبای زندگی شماست. البته ببخشین، ممکنه اون شبم برای شما یه جور بازی باشه. اشتباه کردم. داری زیاده روی میکنی حیات. به امید این که شاید دوباره بیرونم کنی. در اونجاست، میتونی بری و استعفا بدی. چرا؟ چون دیگه نمیتونم باعث شادی شما بشم. شما دارین چی کار میکنی؟ آغوز جان، نمیتونی بی خبر وارد اتاق رئیس بشی، میدونستی؟ تو که رئیس من نیستی، تو رئیس بابا میمورد. بیا اینجا ببینم پسر باهوش من، قربونت بشم. زود باش خاله حیاتو ببوس. میبوسم ولی به یه شرط. چی میخوای؟ زود بگو ببینم. اول شما همدیگر رو ببوسی. چرا؟ چون با هم دعوا کردیم. ما دعوا نکردیم آقا جان، فقط داشتیم بحث میکردیم. مامان بابام هم همیشه اینطوری میگفتن، اما وقتی مامانم مرد بابام خیلی ناراحت شد. اما پشیمونی بعضی وقتا دیگه فایده ای نداره آقا جان. اما تو نگران نباش، مامانت خیلی وقت بابا تو بخشیده. ولی من ندیدم همدیگر رو بوس کنی. نگفتم که همدیگر رو نگاه کنی. خب باشه، پس هم باید چی کار کنیم؟ مجبوریم که همدیگر رو ببوسیم. پیغام دادی اگه وقت داری بیام ببینمت. خوشتی کی؟ به من میگی خوشتی؟ البته که تو. مگه به جستو خوشتی به دیگه ایم هست؟ در ضمن کرم اینجا به جستو کسی نیست. ببینم، تو ورژن فضایی ایپک هستی یا اینکه ایپکیو خیلی خوشحالی؟ آره انگار خیلی خوشحالم. بشین بشین. والا عالی، خیر باشه. چی شده؟ یه چیزی خوب پیش اومده کرم، انگار تو قلبم یه جور زخم داشتم، جراحی کردم و حالم خوب شد. مثلا مدت طولانی میری تعطیلات، بعد دلتنگ خونه میشی، بعد وقتی که برمیگردی خونه میگی اوه، بعدش استراحت میکنی. یه همچین حسی دارم، حالا عجیبی دارم، خیلی خوشحالم، واقعا خیلی خوبه. این حالت خیلی بهت میاد کرم. امروز اونقدر خوشحالم که هرچی بخوای انجام میدم. جدی میگی؟ اون انجام میدی؟ آره، یعنی منظورم اینه که هر جو بگی با هم دیگه میریم، هرچی بگی چیزی نمیگم، یه همچی چیزی. من زیر بارون تو بدون چتر را یا کافیه فقط بباری. باشه، من یکم کار دارم، میرم و برمیگردم، تو برنامه ریزی کن. چه میدونم، بالون سوار بشیم، بریم کباب بخوریم، هر کاری بگی انجام میدیم، فرقی نداره، من حاضرم باهات بیام. حاضر. قربون خندت بشم، به خدا که عمرم طول.
با این انرژی 150 سال دیگه هم زنده بودم. از اینجا مستقیم بریم، بعد بریم سمت راست درست اونجا. ممنونم. ای وای، حالم خیلی بده، کمک. وای خدا، باز چی شده دروش؟ چیزیم نیست، مثل توپم. جواب آزمایشمو گرفتم، دارم میرم خانو پرستار. گفتم قبل از رفتنم یکم بترسونم. کار خوبی کردی. منظورم اینه که دست درد نکنه دروش. ببین اگه وقت داری بیا برات یه قهوه بگیرم، حالت خوب میکنه، جون تازه‌ای میگیری. به خدا باور کن حالت خوب میشه. باشه. خوبه. زود باش بریم. بریم. خوب، چه خبر؟ تو به ازمش فکر نمی کنی. اصلی تو چقدر آدم روکی هستی. آدم میگه چه خبره، خوبی؟ ازدواج کجا پیدا شد؟ نه عزیز دلم، آخه این روزا به هر کی میرسیم حالشو میپرسی، میگیم چه خبره؟ میگه دارم ازدواج میکنم. مثلا رئیس حیات داره ازدواج میکنه. آره داره ازدواج میکنه. چقدر خوب، چقدر زیبا، چقدر عالی. مگه نه؟ حتما الان خیلی خوشحاله، یعنی بالاخره داره ازدواج میکنه، اونم با کسی که عاشقشه. حتما از خوشحالی میخواد پرواز کنه. نه بابا، یعنی اگه ولش کنی خودشو میکشه. در اصل باید داداشمو بیارمش اینجا، انقدر تو درده خودش قوطه‌ور شده، میترسم آخر درد و مرضی بگیر. خدا نکنه. آخه چرا؟ داره به زور ازدواج میکنه، داره قربانی سنت‌های خانوادگی میشه، داداش زنزلیله. اون که اصلا نمیشه. خانواده دختره ثروتمنده، چرا داره ازدواج میکنه؟ بهم بگو دیگه، زود باش. نه اصلی جان، هیچ کدومشون نیست. داداشم به خاطر یه موضوع دیگه مجبوره ازدواج کنه، یعنی یه موضوعی که از خوشبختی خودش مهمتر. پس اینطوره. عجب، خیلی ناراحت شدم برای آقا مراد. تو اونو یه بار بیاری اینجا، به روانشناسی چیزی نشونش بدیم، براش داروی ضد افسردگی بنویسین تا حالش خوب شه. کاش روی دیگه یم داشت. خیلی سخت. الو حیات، ببین چیزای خیلی مهمی فهمیدم الان دروک اینجا بود. یه چیزی بگم، مراد قربانی سنت ها شده، به خاطر بچه داره خودشو قربانی میکنه، میفهمی؟ اصلی چی خوردی؟ درزه؟ این صمیمیت با دروک کی شکل گرفت؟ میخواستم بگم به زور داره ازدواج میکنه، سنت خانوادگی و بچه و این حرفا. یه دفعه از دهنم در اومد. درزم دروک اومده بود جواب آزمایشاشو بگیره. چیه مگه؟ با تو با خانومم حرف زدم، میگه مراد به خاطر محافظت از تو داره اینطوری میکنه، میگه از اونی که فکرشو میکنی بیشتر دوست داره. کلن گیج شدم. دیدی عزیزم، من که بهت گفته بودم دوست داره، باورت نمیشد. اصلا یعنی اگه اینطوری باشه همه چی حل میشه؟ تازه این خیلی هم بدتره. بعدش هم من با اون آدم هنوز اعتماد ندارم. دخترها دیگه هیچ معنی نداره، دارم برای جشن آماده میشم. منم چون یه منشی کاملم، شیرینی جشنشون رو انتخاب میکنم. حتی اینقدر کمکشون میکنم که فکر کنم منو به عنوان شاهد عقد انتخاب کنن. وضعیت اینجوری هست. من دارم شکنجت میدنم. درام شکنجت. برای همینم با این حرفای احساسی منطق منو به هم نریزین لطفا. همینطوری به زور سر پا، وگرنه قش میکنم. صبر کن عزیز، بالاخره همه چی همون میشه. اوه پسر، خیلی خوب بود که راه رفتیم. چرا دروغ بگم؟ برای منم خوب بود، ذهنم باز شد. تو چی فکر میکنی مراد؟ در چه موردی؟ بیا در مورد خانواده چیدم یکم غیبت کنیم. سعی میکنم به چیزی فکر نکنم. آره یکم با ما فرق داره. یکم چی کار کنم بابا، چی کار کنم؟ میدونم، ولی خانواده بچه من بالاخره نمیشه کاریش کرد. و همچنین خانواده یه تو. من یه خانواده دارم، از اونا هم کاملا راضیم. این موضوع رو چی کار کنیم مراد؟ این موضوع جداگانه زندگی کردن و
قرار نیست کاری بکنیم. چرا؟ من و مامان در یاد با هم حرف زدیم. به نظر ما این کار زیاد درست نیست مراد. این آدم ها هر چقدر هم با ما فرق داشته باشن ولی یه خونواده هم، مگه نه؟ در ذهن از ما با چیدم خبر ندارن. اونا فکر میکنن همه چی نرمال و همه چی رو برا. در ذهن دوربین خبرنگارم همیشه سمت ماست، خودت که میدونی. یعنی اگه بعد از ازدواج تو خونه های جداگانه زندگی کنین و خبرنگارا بو ببرن، هم اونا خیلی ناراحت میشن و هم ما خیلی ناراحت. درسته بابا، ولی من چیدمو دوست ندارم. مراد فکر میکنی بعد مادره تونستم کس دیگه یا دوست داشته باشم؟ پس مامان دریا؟ آدم بعضی وقتا مجبوره یه سری کار رو بکنه. زندگی تو رو به سمت کسی حل میده و تو هم دیگه هیچ وقت سوالی نمیپرسی، یه جایی قبول میکنی و راضی میشی، با خودت میگی حتما قرار بود اینطوری بشه و زندگی میکنی. من به دریا عادت کردم، نقاط مشترک زیادی داریم و از همه مهمتر این که ما یه بچه داریم. بابا شدن خیلی چیز قشنگ. من هم عاشق تو هم عاشق دروفک. وای خاله فهیمه، ای روزگاری، نمیذاشتی مگس مذکر بیاد خونمون، اما الان مردم میان میرن، قرار ملاقات میذاری. فقط ما اینا فراموش نمی کنیم، یه گوشه می نویسیم. یه لحظه یه لحظه، من یکم با شماها فرق دارم. طرف رک و راست با شیرینی و گل اومد خواستگاریم، همین شد دیگه. باز برقا قطع شد. وایسا وایسا، الان شیر و آبو میبندن درست میشه. سیستم دور از عقله ولی کار میکنه. آب که قطع میشه برق کار میکنه، یعنی دستش درد نکنه. طرف زحمت کشیده تا اینجا اومده درست کرده. ولی ما چرا یه تعمیر کار درست حسابی خبر نمی کنیم بیاد همه چی رو درست کنه؟ اینو اصلا نمیفهمم. آقا چرا این کار انجام نمیدی؟ خبر کردیم، خبر کردیم مادر جان، ولی گفت هر کی خراب کرده صداش کنین خودش بیاد درستش کنه. حتی میخواست یه پولی هم بده و از اینجا بره. گفته من تو عمرم همچین چیزی ندیدم. باشه دیگه بس، کافیه اینقدر حرف بارم نکنین دیگه. پس چی شد دختر؟ قرار بود با من بیاین، گفتین میخواین آقا کامران رو امتحان کنیم دیگه. خب پس چی شد ها؟ چطوری امتحان کنی؟ قرار بود شما مثل دیوونه ها بخورین به من، بعد نگاه کنم ببینم خسیسه، دست و دلوازه، بد خلقه، نهمون نوازه. قرار بود من اینا رو بفهم. بعد شما امتحان کنی، حالا بعدش ما امتحان میکنی. یعنی وضع خونه رو که میبینی یه وقت همه که با هم تلف نشیم. ای ولی یه چیزی گوش بدی، باید قبل از اومدن برادرزادم همش حل کنی. یعنی اگه اون بیاد نمیذاره با یه مرد غریبه باشم. مشکلش رو نگاه کن تو رو خدا. بیا بیا زود بیا. عزیزم شما این دفعه بریم، دفعه بعد ما هم میام. قرصه بابا کامرانم سلام برسونی، بابت تمره خونم ازشون تشکر کنی. سپرش بریم خدایا از دست تو. دخترا بیاین زود رو تختی ها رو عوض کنیم، همشون کثیف شدن، زود باشین دیگه زود. خیر باشه. چه میدونم. وای ایپک، یعنی این عشق به پاکیزگی تو منو کشته، هلاکم کرد. دختر داریم یکم استراحت میکنیم، از ما چی میخوای؟ میخوام همه جا رو تمیز و تمیز کنیم. اصلا یادتون هست که این رو تختی ها چند روز پیش عوض شدن؟ یادتون میاد؟ دماغتون کار نمیکنه، نه مشکل دارین؟ شما خیلی کثیفین. کثیف تو کثیفی، اونم کثیف قرقرو. مامانم با خاله فهیمه رفت، نوبت این شد. باشه خوب داد نزن، الان تمیز میکنم. بسته دیگه. دخترا اینا چیه؟
چی هست؟ اینا رو میگی؟ اینا کاغذایی هست که آزادی تو رو بهت میبخشن. خوشگله به حیات، زنده باد زندگی جدید حیات. وای دختر رو باورم نمیشه، خیلی خوبی. از کجا پیدا کردی؟ ببین اگه به خودتون فشار آوردین قبولش نمی کنی. نه اصلا فشار نیاورد. بابام دست و بالش باز شده، برو به هم پس بده، یعنی دیگه هیچ مشکلی نداره. عزیزم دیگه میتونی استعفا بدی؟ دیگه مجبور نیستی کسی رو تحمل کنی حیات جون. زنده باد. دیگه مجبور نیستم برم شرکت، دیگه مجبور نیستم شکنجای اون چیدم ظالمو تحمل کنم، دیگه نیازی نیست هر روز صورته. مجبور نیستم هر روز صورت مرادو ببینم، حتی میتونم دیگه هیچ وقت نبینمش. ببینی پیک جان، اینطوری چشماتو جمع میکنی و بعد هدفتو نشون نمیگیری. بده ببینم. بلدم اصلی واقعی رو باز کنم و دوباره از نو بسازم. وقتی اومدم استانبول برای حفاظت از خودم آموزش تیراندازی و اسلحه دیدم جانم. آره آموزش دیده. تو هنوز نمیتونی با کی آشنا شدی سیبیل قشنگ؟ بگیر ببینم. عزیزم چی شده باز تو فکر فرو رفتی؟ ما هم مثل آدم های ساده فکر کردیم اگه پولو پیدا کنی مشکلت تو هم تموم میشه، ولی انگار درد دیگه هم به دردات اضافه شد. من الان میتونم استعفا بدم، میتونم برم. تازه فهمیدم که انگار نمیخوام برم آسری. حرفای تو با خانم و حرفای دروگ ذهنم و حسابی درگیر خودش کرده. اونم تو رو دوست داره، کاملا مشخصه، ولی آره ممکنه، ولی این چیزی رو عوض میکنه؟ جده یه چشام دارن ازدواج میکنن. من مرادو خیلی دوست دارم. اگه همه اینا از تقدیر بدمون باشه، اگه اونم گناهی نداره، من تحمل ندارم، نمیتونم برش کنم برم آسی. ولی شایدم برم، نمیدونم، بین دو راهی گیر کردم. اینم نخورد، اینم به هدف نخورد. حواسم رو پرت کردی. شاره جون خودت، گوشیم داره زنگ میزنه، تو بزن. الو مامان، چی کار میکنی فرشته ای من؟ بم دخترم، با بابات حرف زدم، حالم بهتر شد، گفتم زنگ بزنم با خودتم حرف بزنم. چی میخوای بدونی مامان جون؟ بابات با دوست پسرت آشنا شده، خیلی هم ازش خوشش اومده، میگه خیلی پسر خوبیه، کلی ازش تعریف کرد. اسمش کرم بود. داره؟ آره مامان کرمه، ولی بابا کجا باش آشنا شده آخه؟ با هم چی کار داشتن؟ چیز زیادی نگفت، فقط همینا رو گفت، از بقیهش خبر ندارم. باشه مامان جون، من بعدم یه زنگ میزنم. مراد
خیلی دیر کردم. واقعا ازت معذرت میخوام. برای جشن آماده میشدم، نفهمیدم زمان چطور گذشت. بشین چیدم. آره باید بشین. هرچند من میشینم هم باز خسته میشم. آماده کردن مراسم جشن انقدر سخته که نکن. درسته مرشید حیاتم بود، ولی آخه به کارت دعوت ها برس، به شیرینی جشن برس، گلا رو انتخاب کن. خب منم دوتا چشم بیشتر ندارم که انسان. باید حرف بزنیم. منم همینو گفتم باید حرف بزنم، باید با مراد تصمیم بگیرم. چیده موضوع اون نیست. پس چی؟ با هم زندگی کردم. جواب بده، تو و بابام کجا و چجوری آشنا شدیم؟ ایپک، نیازی به بزرگ کردنش نیست، تصادفی با هم آشنا شدیم. بلم کن، یعنی چی چیز برای بزرگ کردن نیست؟ آخه چطور اینو بهم نگفتی کرم؟ با خانواده من چی کار داری تو؟ مگه داریم بازی میکنیم؟ باید از من اجازه میگرفتی. ایپک آروم باش. بس ایپک آروم باش، اتفاقی نیفتاده، من میخواستم بهت بگم. ایپک نکن. سلام کرم جان، چطوری پسرم؟ اون 20,000 لیری که دادی رو دادم به ایپک. نگران نباش، دقیقاً 20,000 تا رو بهش دادم، همونطور که تو گفتی. فکر میکنه من دادم. مغازه پسرم هم افتتاح کردیم، حتما یه روز بیا ببین. من ازت خیلی خوشم اومده کرم جان، انشالله یه روز با هم شرکتی. یه کاری هم را میندازیم. الو کرم. الو بابام امروز در مورد این که با هم زندگی کنیم با من حرف زد. آه واقعا؟ آره کسی که تا حالا تو کار من دخالت نمی کرد امروز اومد و با هم در مورد این موضوع حرف زد. می فهمی یعنی چی؟ با اونم مامان دریا حرف زده. برام جالبه بدونم کی با مامان دریا حرف زده. من چیزی نگفتم، باور کن قسم می خورم، من چیزی نگفتم، به خدا نگفتم. بشین. چیدم خیلی خوب میدونم میخوای چی کار کنی. من کاری نمی کنم، من فقط میخوام با تو ازدواج کنم، میخوام بچه‌مو با کسی که دوستش دارم بزرگ کنم، همین. اگه اینطور ادامه بدی حتی اون جشن ازدواجم برگزار نمی کنم. منظورت چیه؟ من بچه‌ی تو رو حاملم، یعنی چی جشن ازدواج برگزار نمیشه؟ منظورم اینه که تو بی خبر از من باردار شدی. برای اینکه بچه‌م بی پدر نباشه، آره با تو ازدواج میکنم، اما نمیذارم زندگیمو به دست بیاری. اینو فراموش نکن. ما کار اشتباهی کردیم، ایپکو تنها گذاشتیم. زنم خیلی مشغولی، خیلی نگرانم. تنهاش که نذاشتیم، اصلی کرم پیششه. آره منم بهش فکر میکنم، نگران میشم، اما یه مسئله است بین خودشون. یعنی وقتی کرم گفت بریم نگران نباشین، خب هرچند از یه لحظه خوب شد، دختره از خجالت نمیتونست رومون نگاه کنه. این دیگه چجور پدریه حیات؟ بگه همچین پدری هم داری؟ باش آروم باش، به اندازه یه تلفن باش فاصله داریم. زنگ بزنه سری میریم پیشش. اوه تو از کجا پیدا شد؟ تو چقدر نامردی؟ شما هم دیگه رو میشناسی؟ آره این بلای شیرین منه، هی میاد دنبالم. شریکت کو؟ ببینم تو برای خودت شریکم داری؟ آره داره، اسم این خوشتیپ هم شالوکه. حیات یه چیزی میگم، اگه این صاحب داره الان نگران نباشه وقت گم شده باشه ها؟ نه صاحبش نیست، فقط قضاشو میده، ولی دیوونه از فکر میکنه صاحبشه. نرمالترین دیوونه ای که میتونی تو عمرت ببینی. حیات ببینش انگار فهمید چی گفتی. معلومه که میفهمه. خواهش میکنم از دست من عصبانی نشو، فقط میخواستم کمک کنم مشکلاتت حل بشه، رابطت با پدرت خوب بشه. من به خاطر عصبانی دست و گریه نمی کنم کرم، باور کن خجالت میکشم، خیلی خجالت میکشم، نمیتونم تو رو نگاه کنم کرم. این چه حرفیه؟ روی تو خورشید منه، روشنایی منه، بعدشم تو چه گناهی داری؟
اگه آدم به دوستش کمک میکنه گناهه. از بابات کمک خواستی گناهه؟ ول کن تو رو خدا. کدوم پدری؟ کدوم پدری تو اولین ملاقاتش از دوست پسر دخترش سوء استفاده میکنه آخه؟ کدوم پدری؟ تو به هم بگو کدوم بابا؟ هم تو رو گول زد هم منو. من فکر کردم براش ارزش دارم، فکر کردم براش اهمیت دارم، فکر کردم دوستم داره، من فکر کردم دوستم داره. اون تو بودی کرم، اونی که به فکر منو براش اهمیت دارم، کسی که دلش نمیاد من اذیت بشم فقط توی. ممنونم کرم. بیا اینجا ببینم. بیا 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 بیا. منم که از تو تشکر میکنم که توی این دنیای بزرگ قسمت من شدی و مال من شدی. ایپک، هر اسمی دوست داری رو بزن، هر صفتی میخوای رو بزن، من واقعا تو رو خیلی دوست دارم. این واقعا جدی جدی داره با ما میاد. بس دیگه شالو که اینقدر اسکورتمون نکن. ببین دیگه رسیدیم خونه، تو هم برو خونت خوشگل، ما هم بریم خونمون. یه چیزی بگم حیات، این نیتش عوض شده، داره میاد خونه ای ما. اینجا چه خبره؟ اصلی؟ خاله فهیمه باغچه رو اجاره داده؟ خب کجایی رفیق؟ تو اینجا چی کار داری؟ تو ایشونو میشناسی؟ آره، این همون صاحب سگی که بهت گفتم، ولی نمیدونم تو باغچه ما چی کار میکنه. شما هم اینجا زندگی میکنی؟ منظورت از شما هم چیه؟ اصلا به من ابراهیم عمه خوشتی به من. ببینم تو کی اومدی. فقط ببین این ریشا رو بزن دیگه، خیلی زشت شدی. نکنه خدای نکرده اون ابراهیمی که گفتین همین باشه؟ آره آره، این برادرزاده فهیم است دیگه. ابراهیم دیوونه. واقعا دیوونه است؟ اون دیوونه که میدونین ابراهیم کارا، ملقب به دکتر واتس. اینم رفیقم شارلوک، حتما همین دورو برست. من میرم نوشیدنی بیارم، تو هم میخوای؟ آره آره آره. بله آره منم، آره منم منتظر خبر شما بودم. وضعیت چطوره؟ واقعا باورم نمیشه. ممنون، بهترین خبر امروز رو به هم دادی. عالیه عالیه، نمیتونم یه روز دیگه برای اسپرم منتظر باشم، باید زود حامله شم. باش باش، خیلی زود میام پیشتون. عالی. بله بله، لقای مصنوعی میخوام. ممنونم، روز بخیر روز بخیر.
aşk laf sananlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni yatın şu gıybet oyununla. Yalancının mumu söner. Hikaye başa döner. Bir şarkı vardı neydi? Şarkı vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Şans bu belli mi olur? Döner beni bulur. Aşk laftan anlamaz.